ولی واقعا چقدر دروغ میتونه توی زندگی های تک تک افراد لطمه بزنه. بله واقعا زندگی مردم رو نابود میکنه. بله و ولی متاسفانه ما توی یک فرهنگی در واقع بزرگ شدیم که خیلی وقتا از هم بچگی شنیدیم دروغ مصلحت آمیز، دروغ کوچیک، دروغ بزرگ، چیزایی میگفتن. به خاطر ترس از تو همون دوران کودکی، به خاطر ترس از حالا معلم، نمیدونم پدر و مادر، برادر بزرگتر یا خواهر بزرگتر، بعض وقتا بچه‌ها مجبور می‌شدن، ما خودمون دوره بچگی بودیم، بله. بعض وقتا به خاطر ترس دروغ می‌گفتیم، ولی چقدر خوبه که هم بزرگترا و هم در واقع یه رابطه برقرار کنن که بچه‌ها این یاد بگیرن که هر چقدر هم یک کار اشتباه یا یک کار ناصحیح انجام دادن، ولی راست رو بگن. بله و خب این هم برمیگرده به خانواده ها درست. که چطور تعلیم بدن به بچه هاشون و هم به اجتماع برمیگرده. وقتی توی اجتماعی مدام از دروغ مصلحت آمیز صحبت بشه، خب ناخودآگاه وقتی اون بچه کوچیک ببینه که راحت پدر مادرش دارن چیزی رو میگن که حقیقت نداره، خب اونم بچه یاد میگیره. و چقدر خداوند تشویق میکنه در کتاب مقدس، در بسیار از آیات که دروغ نگید، نه شما نه باشه، آره شما آره باشه، چون که دروغ هم مثل بقیه گناهان بزرگ و کوچک نداره، برای خداوند گناه گناه هستش. اتفاقا یک آیه دیگه هستش در کلام خدا که میگه که شیطان پدر دروغگویانه. بله. من یادم قبل از این که در واقع مسیح رو توی زندگیم بپذیرم و عیسی مسیح رو بشناسم، خودم هم فکر میکردم که بعضی از کارهایی که انجام میدم زرنگیه. مثلا جایی که کار میکردم به یکی از دوستان میگفتم، اون که زودتر از من میرفت اون کارت منو میزد و وقت اون زودتر میرفت خونه و من وقتی که دیرتر بر میگشتم کارت او رو میزدم. و پیش خودمون فکر میکردیم که این چه حکمت خوبیه، محل کارمون هم به اون صورت کاری نداشتیم، ولی واقعیتش اینه که این هم دروغ بود و هم دزدی. وقتی که من به عیسی مسیح ایمان آوردم، چشمام باز شد و متوجه شدم که چه دروغ بزرگی در زندگی من هستش. و عزیزان، کسی که واقعا با خدا زندگی نمی‌کنه، با خدای حقیقت زندگی نمی‌کنه، تمام اون افکاری که داره توی فکرش در واقع هستش، اگه کاملا در حضور خدای حقیقی زندگیشو باز کنه، متوجه میشه که متاسفانه چقدر دروغ و چقدر چیزهای کوچیک جمع شده تو زندگیش که همینطور داره رشد میکنه و یک روز زندگی اون رو خفه میکنه. بله. ما الان فرصتی هستش که بخوایم دعا کنیم. بله حتما، و خدا شکر که خداوند امروز از طریقش این شهادت زندگی با قلب شما صحبت کرد، و شاید شما هم تو زندگیتون یه همچین مشکلی دارید. واقعا خدا شکر که این فرصت رو دارید که الان زانو بزنید و دعا بکنید و مطمئن باشید که خداوند میخواد شما نجات پیدا کنید. چون امروز روز نجات شماست و خداوند عیسی مسیح میخواد وارد زندگی شما بشه و تمامی اون بندها، اون اسارتهای شما رو برداره و اون فیض خودش رو تو زندگی شما جاری بکنه. آمین. پس میتونیم الان با همدیگه سرهای خودمون رو خم کنیم و دستامون رو به حضور خدا بلند کنیم، بگیم ای خدای قدوس، ای عیسی مسیح وارد قلب من بشو، همینطور که زندگی این شخص رو عوض کردی، همینطور که زندگی تمام گناهکارا رو تو قادری عوض کنی، امروز من هم به حضور تو اومدم، زندگی من رو تبدیل کن. پس سرهای خودمون رو خم کنیم و در حضور خدای قدوس او رو دعوت کنیم به زندگی تک تک شما عزیزان بیاد. خداوند تو رو شکر میکنم برای وجود یک عزیزانم که الان دارن این برنامه رو نگاه میکنن، برادر و خواهری که الان جلوی این تلویزیون نشسته دل شکسته است به خاطر زندگیش، به خاطر افکارش، به خاطر اونچه که آموخته، چه در دوره کودکی از خانواده و در جامعه، و تمام اون دروغ‌ها و در واقع چیزایی که تو فکرش به ظاهر اومده که اینا حکمت و زرنگیه، ولی خداوند همش بر پایه دروغ بوده و زندگیش رو روز به روز در فشار و ترس و نگرانی قرار داده. دعا می‌کنم به نام عیسی مسیح امروز خداوند این عزیزان رو آزاد کنی، عزیزانی که خداوند مایل هستن و با تشنگی در حضور تو قرار گرفتن. و همینطور دعا میکنم خداوند دوستان و عزیزانی که خداوند به خاطر اون چیزایی که نداشتن تو زندگیشون، به خاطر اون مشکلات و به خاطر اون کمبودهایی که تو زندگیشون داشتن، خودشونو پشت مسائل مختلفی قایم کردن، پشت قمار، پشت مشروب، پشت مواد مخدر و یا هر چیز دیگه خودشون رو مخفی کردن، خداوند دعا میکنم به نام قدوس عیسی مسیح امروز این عزیزان رو آزاد کنی. شکرت میکنم که مسیح جان تو آمدی برای نجات
گناهکاران، برای نجات گمراهان، برای نجات کسانی که در ضعف و ناتوانی و شکستگی قرار دارن. و اومدی دست پر مهر و محبت تو دراز کردی به سوی ما تا ما رو بلند کنی. شکرت میکنم که تو جانت رو فدا کردی به خاطر ما و محبت خودت رو بر ما ثابت کردی، قیام فرمودی و حیات جاودانی رو برای ما مهیا کردی. امروز از حیات جاودانی خودت به این عزیزان خداوندا به فراوانی عطا بفرما. در نام پرجلالت ای عیسی مسیح به حضور پدر آسمانی دعا کردم، آمین. بله خداوند عزیز، منم دعا میکنم برای خانوم ها، مخصوصا خانوم هایی که توی شرایط و مشکلاتی هستن که مجبورن دروغ بگن. ای خداوند تو آگاه هستی از دل و از قلب تمام این عزیزان. خداوند میخوام که این عزیزان رو به نام عیسی مسیح بلند بکنم و به حضور مقدست بیارم. ای خداوند تو رو میطلبم که وارد زندگی این عزیزان بشی، زندگی این عزیزان رو عوض بکنی. ای خداوند از اسارت ها، از چیزهایی که اذیتشون میکنه توی زندگی و مجبورن که انجام بدن، مجبورن که دروغ بگن، ای خداوند واقعا میخوام شرایط زندگی این عزیزان رو عوض بکنی. ای خداوند میخوام که در راستی تو زندگی بکنن. ای خداوند تو دعوت میکنی برای تمام انسان ها که دروغ نگن، دعوتشون میکنی که در راستی تو، در نور تو زندگی بکنن. ای خداوند شکرت میکنم، شکرت میکنم که وارد زندگی این عزیزان میشی، شکرت میکنم که عمل میکنی و شکرت میکنم که صدای دعای ما رو میشنوی و صدای دعای افرادی که با تمامی قلبشون الان زانو زدن و دارن دعا میکنن، تو میشنوی و تو آمین رو میگی. شکرت میکنم عیسی مسیح، به نام عیسی مسیح دام به حضورت میارم پدر جان، آمین. آمین در نام آمین. مسیح شکر. از نام خدا رو شکر که خداوند ما رو دوست داره و دعاهای ما رو میشنوه، چون که در نام قدوس عیسی مسیح این دعاها رو آوردیم با دلهای شکسته، با دلهای پر از غم، ولی شکر که در حضور خدا وقتی با غم میاییم با شادی بر میگردیم، چون که توی اون غمها توبه هستش و خداوند وقتی که توبه میکنیم به ما حیات جاودانی میبخشه و وقتی که ما در حضور خدا قرار میگیریم خدا ما رو محکوم نمیکنه، بلکه خداوند میخواد اون عدالت خودش رو به ما بده و میخواد تک تک کسایی که در گناه، در دروغ، در هر مسئله‌ای که هستن، قمار، مشروب، مواد مخدر، خدا محکوم نمیکنه، بلکه میخواد دست پرمهر و محبتش رو بگیره در دستهای ما و ما رو از اون تاریکی بیرون بیاره و در نور و راستی و حقیقت قرار بده. ما خدا رو شکر میکنیم واقعا برای وجود تک تک شما و ایمان داریم بعد از این دعا اتفاقات خیلی عالی و بی‌نظیر تو زندگی شما میفته که ما خوشحال میشیم بشنویم. بله عزیزان، اگر مایل هستید که با ما در تماس باشید، شهادت زندگی خودتون رو بدید به ما و یا اگر مشکل چیزی هست که احتیاج دارید گروهی برای شما دعا بکنه، ما خیلی خوشحال میشیم که از شما بشنویم. میتونید با شماره تلفن 2044-1483-410-933 به ما زنگ بزنید و یا با آدرس ایمیل tv@kalame.com برای ما ایمیل بفرستید. در ضمن وبسایت یوتیوب شما قسمت‌های برنامه رو میتونید اونجا ببینید و یا وبسایت kalame.com، اونجا هم در قسمت کلمه تیوی میتونید برنامه‌های ما رو اونجا مشاهده بکنید. من امیدوارم که امروز عیسی مسیح رو در قلبتون پذیرفتید و از حیات جاودانی او بهره‌مند شدید. دعا میکنم که خدا شما و خانواده شما رو مبارک بگردانه. خداوند یار و نگهدارتون. در شناخت خداوند هر روز پیش برید و باشه که خداوند، برکت خداوند با شما باشه. آمین. دیدگاه من عوض شده بود، نوع تفکرات من عوض شده بود، نوع زندگی من عوض شده بود. من فکر میکردم که دیگه حالا باید دوستام عوض بشن و دوستام عوض شدن. نوع تفریحات و سرگرمی های من خیلی عجیب عوض شد، هیچ علاقه دیگه نداشتم به اون شیطنت های کودکانه یا اون تفریحات از قبیل قمار و کارهای دیگه که انجام میدادم. تمام اینها رو من میدیدم در من داره عوض میشه و خدا اون آرامشی رو که دنبالش بودم به من هدیه کرد. خدا رو شکر میکنم و بعد از سالها وقتی من برمیگردم زندگیمو نگاه میکنم، میبینم خداوند چه کار بزرگی رو در زندگی روحانی و جسمانی من انجام داده. منی که در اون دوران به خاطر خشونت بازداشت شده بودم و
یک شب تا صبح رو در کلانتری و این طرف اون طرف به سر بردم و خانواده نگران شده بودن. اما امروز میبینم که خداوند منو از چه چیزهایی آزاد کرده. اگر اون شب منتظر آزادی از یک چیز بودم، ولی خدا قادر هست که قادر بود که من از خیلی چیزها آزاد بکنه. و یاد کلام خدا میفتن که میگه حق را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. و الان که بعد از 29 سال زندگی روحانیمو نگاه میکنم، میبینم که چه کار بزرگی رو خدا در زندگی شخصی من انجام داده. اگر اون در زندگی من دخیل نبود، کار نمیکرد و خودشو برای من کشف نکرده بود، نمیدونم که الان زنده بودم یا نه. ولی به هر حال میدونم که موقعیت الان رو نداشتم و خیلی وضعیت خرابی رو داشتم، اما برای وجود خداوند و عیسی مسیح شکر میکنم. از اون با هم زندگی آقای جعفر رو دیدیم که چقدر در زندگی ایشون نیز مشکلات و مسائلی که مخصوصا تو دوران کودکی و نوجوانیش اتفاق افتاده بود باعث شده بود که ایشون چه بحرانهایی رو در واقع توی زندگیش داشته باشه. مخصوصا به خاطر از دست دادن پدرش مجبور میشه از همون دوره کودکی دروغ بگه و خجالت میکشید که به اصطلاح قبول کنه که پدر نداره یا تو مدرسه به هر دلیلی. چقدر از مردم هستن که تو زندگیشون به خاطر نداشتن بعضی از مسائل تو زندگیشون دروغ میگن و اونقدر این دروغ رو تکرار میکنن که حتی بعد از مدتی متاسفانه این دروغ خودشون باور میکنن. بله، من یادم یادی که دوستامون داستانی رو تعریف میکرد، میگفتش که توی یه کشوری زندگی میکردن، به عنوان پناهنده رفته بودن اون کشور سالهای قبل، شاید 20 سال بیشتر، و دوستاش مثلا در یک دانشگاه عکس مینداختن، به خانوادهشون میگفتن من تو دانشگاه دارم درس میخونم، نمیدونم یکیشون مهندس بود، یکیشون دکتر بود، با اینکه هیچ کدومشون هیچ شغلی نداشتن و همشون با هم به عنوان پناهنده ها اونجا زندگی میکردن و انقدر این دروغ رو تکرار کرده بودن که خودشون هم انگار باورشون شده بود که خودشون اصلا اینطوری صدا میکردن و اینکی دعوا تجویز میکرد برای یکی دیگه. و واقعا اینطوریه، واقعا کسی که حالا چه این مسائل باشه چه چیزهای دیگه، کسی که مدام دروغ میگه انگار که این دروغ رو باور میکنه که نه واقعا یه همچین چیزی هست. خب ما میخواییم که امروز به شما اینو در واقع پیامو بدیم که خدا قادره که هر چی که شما هستید، هر شرایطی که دارید، هر چیزی که دارید و هر چیزی که ندارید، بدونید که خدا برای یک هدفی شما رو خلق کرده و یک برنامه و یک در واقع نقشه بسیار زیبای خدا بر زندگی تک تک انسانها داره. بله، چون واقعا این آیه خیلی با قلب من صحبت کرد، من ایمان دارم با قلب شما هم صحبت میکنه. در یوحنا باب 10:10 رو براتون میخونم. اینجا در واقع برای در مورد شیطان عیسی مسیح داره میگه، میگه دزد نمیآید جز برای دزدیدن و کشتن و نابود کردن، ولی من آمدم تا ایشان حیات داشته باشند و از آن به فراوانی بهره مند شوند. واقعا این خیلی باعث برکت من بود، چون شاید بعضی وقتا ما فکر میکنیم که حالا اگه تا یه ذره تو این گناه هم وارد بشم، حالا تا یه خورده ممکنه اشکال نداشته باشه، زیاد نمیخوام غرق این مسئله بشم، ولی از آن شیطان اینطوری نیست که حتی دلش برای شما بسوزه. درسته، شیطان اومده که شما رو تا به آخر نابود بکنه. درسته، هدفش اینه، نیومده یه ذره حالا بگه دلش بسوزه، بگه حالا این یه ذره بذار تا اینجا اینو وارد میکنم، بذار این یه ذره اسیرش میکنم، زیاد اسیرش نمیکنم. ولی خدا رو شکر که عیسی مسیح اومده که حیات جاودانی ببخشه. و چقدر از مردم به خاطر موضوعاتی که در واقع تو زندگیشون هست، برای اینکه در واقع یه نقابی به صورتشون بزنن یا خودشون رو پشت یک مسائلی قایم کنن که اون حقیقت خودشون رو بپوشونن، وارد مسائل دیگه میشن، مثل قمار، مثل نمیدونم مشروبات، مثل مواد مخدر، هر چیزی که در واقع کاملا زندگی اینا رو سوق میده به نابودی و تاریکی و خودشون رو میخوان پشت این مسائل قایم کنن. ولی میدونیم که شاید اون اوایل یه مقدار سرگرم بشن یا متوجه نشن که چه اتفاقاتی داره میفته، ولی به مرور میبینن که در باطلاقی افتادن که متاسفانه روز به روز در اون فرو میرن و همینطور که شما خوندید نهایتش نابودی و مرگ خواهد بود.
دقیقا، ولی خدا شکر که خداوند نمیخواد فرزندانش کسایی که واقعا همه فرق نمی کنه، خداوند همه انسانها رو به یک اندازه دوست داره و عیسی مسیح به خاطر همه انسانها به روی صلیب رفته. حتی برای شما بیننده عزیز که دارید این برنامه رو نگاه می کنید، واقعا شاید الان فرصتی برای شما که از این اسارتهایی که دارید، از این مسائلی که داره رنجتون میده و شما رو داره تو اون باطلاق داره فرو میبره، اینجا فرصتیه که پیغام خداوند رو بشنوید، پیغام عیسی مسیح رو بشنوید که داره شما رو صدا میکنه که وارد زندگیتون بشه. پس به خداوند اجازه بدید که خداوند وارد زندگیتون بشه و زندگی شما رو عوض بکنه. خب عزیزان، الان هم یک فرصتی هستش که ما از دیگر دوستانی که با اینها در واقع سوال و جوابهایی داشتیم در همین زمینه بشنویم و باز هم در خدمتتون خواهیم بود. ناامنی، بی‌اعتمادی، پنهانکاری، تظاهر، طمع، پنهان کردن گناهشون، یه چیزی رو میخوان قایم کنن به خاطر ناامنی که احساس میکنن و یا فکر نمیکنن که حقیقت میتونه اونا رو آزاد کنه، برای همین با یه اشتباه میخوان با یه اشتباه دیگه جبران کنن و یا با دروغ میخوان موقعیت‌های خیلی برای خودشون بهتری به دست بیارن. کنم چون که با دروغ به یک هدفهای میرسن، برای همین چون نتیجه میگیرن تشویق میشن که باز بیشتر دروغ بگن. به خاطر ترس، ترس از مردم و ترس از اینکه نکنه موقعیتشون از دست بدن. که میترسن دروغشون افشا بشه. و یه دلیل دیگه‌اش هم اینه که همیشه وجدان ما یه صدای بلندی داره که اگه گوشمون رو نسبت به سنگین نکرده باشیم میشنویمش. همیشه ما میدونیم که دروغ میاره و وقتی که یک نفر دروغ میگه به دنبالش باید دروغای بعدی هم بگه، بالاخره اینو میدونی که ما هیچ وقت پشت ابر نمیمونه. وجدانشون اینها رو همیشه محکوم میکنه، به خاطر همین در ناآرامی همیشه زندگی میکنن. چون وقتی تو تاریکی زندگی میکنیم ترس هست، نگرانی هست، با تصمیم بگیریم به طرف نور بیایم و وقتی زندگیمون شفاف هست، تصمیم میگیریم زندگیمون شفاف و زلال باشه و برای اون حاضریم هر بهایی رو بپردازیم، اون موقع است که آرامش کسب میکنیم. اگه فکر میکنه با یک دروغ یه قدم جلو میره، ولی باید بدونیم که با راستی هزاران قدم میتونه پیش ببره. باید به اون راه صحیح برگشت. میشه حتی اگه دروغی اشتباهی گفته، شخص میتونه با گفتن حقیقت اون آرامش رو دریافت بکنه. وقتی بدونه که کارش صحیح هست آرامش پیدا میکنه. با استرس خاصی به این مسئله نگاه میکردم و برای که نفهمم میگفتم مثلا پدر من فلان شغل داره، دروغ میگفتم. سلامی دوباره از برنامه شفا شکست دلان به شما بینندگان عزیز. خوشحال هستیم که بار دیگه مهمان منزل شما عزیزان هستیم. امروز داستان زندگی شخصی رو با هم خواهیم شنید که ایشون از دوران کودکی به خاطر مسائلی که رنج می‌برد مجبور میشه پشت دروغ خودش رو قایم کنه و همینطور زندگی ایشون در مسائل مختلف به پیش میره، مخصوصا در قمار غرق میشه. ولی خدا رو شکر میکنیم که خداوند زندگی این شخص رو به نیکویی عوض کرد. اگر مایل باشید که بدونید خداوند چطور میتونه زندگی ها رو تبدیل بکنه، در این برنامه با ما همراه باشید. دوران کودکی جعفر به خاطر فوت پدرش بسیار سخت و همراه با غم و اندوه سپری شد. خاطرم هست حتی زمانی که تحصیل می کردم، اون اول سال وقتی ثبت نام می شدیم می رفتیم سر کلاس می شستیم و معلم می اومد از تک تک بچه ها می پرسید اسم و فامیل و شغل پدر رو، به من که می رسید با استرس خاصی به این مسئله
نگاه میکردم و برای که نفهمن میگفتم مثلا پدر من فلان شغل داره، دروغ میگفتم. تا اینکه به همین شکل یواش یواش دیگه عادت کردم و داشتم رشد میکردم. تقریبا تو سنهای اوایل نوجوانی بود که با نوع دوستای من عوض شده بود، رفقای من و کسانی که باهاشون هم نشینی داشتم خصوصیات خاص خودشونو داشتن، خصوصیات خاص اون محل رو داشتن و اونجایی که ما زندگی میکردیم تقریبا کارهای خلاف یک امر خیلی طبیعی بودش در اون محله. و من خاطرم هستش که با بچه‌ها شب‌ها آخر شب جمع می‌شدیم که با هم یک جا جمع بشیم و با هم دیگه خوش بگذرونیم. برای اولین بار یادم هست که وقتی نشسته بودیم گفتن خب حالا چه کار بکنیم برای سرگرمی، ما سعی می‌کردیم که ورق بازی بکنیم و انگار یک قمار بود، قمار رو شروع کردیم. و اون قمار اول سر هیچ چیزی نبود، ولی یواش یواش دیدیم که فایده نداره و گفتن که بیایم سر یک چیزی بازی کنیم که حداقل هیجان ایجاد بکنه. و این بود که شروع اونجا با این بود، با مبلغ خیلی اندک بود، ولی هر شب که ما می‌خواستیم از برنامه و شب نشینی‌هامون جدا بشیم مقدار فراوانی پول اون وسط بود که مال همه ماها بود گذاشته بودیم. یک نفر برنده میشد، یک نفر بازنده میشد. و یواش یواش این مسئله برای من امر عادی شده بود و فکر میکردم که اگر ما با بچه ها با هم دیگه جمع نشیم اون شب ما صبح نمیشه. تو سنین 17 سالگی بودم، من خاطرم هست یک سینمایی بود که من وقتی با برادرم میخواستم، 4 سال از من بزرگتر بود، سینما بریم بیایم، از یک کوچه باید رد می شدیم که تو اون کوچه یک کلیسایی بود و همیشه زمانی که از اونجا رد می شدیم اون کلیسا توجه منو خیلی زیاد به خودش جلب می کرد و یه انگیزه شده بود برای من که هر طور شده داخل اون کلیسا رو ببینم. جعفر علاقه خاص به عیسی مسیح و کلیسا داشت و آرزو می کرد که بتواند روزی به کلیسا برود. یک روز که تنها بودم و از اونجا داشتم رد می شدم، دیدم درب کلیسا بازه و مثل که یک نیروی منو به سمت خودش بکشه. رفتم و اومدم برم ببینم چه خبر هست اونجا، که دیدم خب خیلی ها دارن میرن میان و دم درب کلیسا و من با یکی از جوانان اونجا آشنا شدم و ایشون یک 10 دقیقه رو تقریبا برای من وقت گذاشتش، شروع کردیم به صحبت کردن و از این طور توضیحاتی راجع به کلیسا و مسیح و انجیل و چیزهای تجربیات خودش برای من میگفت و این باعث شد که برای من یک انگیزه ایجاد بشه که بیشتر بخوام راجبش بدونم. وقتی که توضیح داده میشد برای من راجب مسیح و انجیل، من یه مقداری جبهه‌گیری کردم، به این دلیل که خب در یه خانواده مذهبی بزرگ شده بودم و انجام میدادم، ولی ته دل من به من میگفتش که این کارهایی که تو داری میکنی تعصبه، غیرت نیست. چرا؟ چون اون چیزهایی رو، اون کارهایی رو که هم از لازم مذهبی انجام میدادم هیچ وقت در باور من نبود، در قلب من نبود، بلکه اعمال ظاهری بود که فقط به فقط شاید برای رضایت خاطر خانواده این کار رو انجام میدادم یا به جهت این که همسن و سالای منم انجام میدادن منم این کار رو میکردم. روزی یکی از دوستانش او را به کلیسا دعوت میکند و جعفر با شوق آماده رفتن به کلیسا میشود. من وقتی دعوت کردم به کلیسا رفتم اونجا، در داخل کلیسا وقتی با شبان کلیسا آشنا شدم و با اون همسنای خودم آشنا شدم، دیدم اینا منو در آغوش گرفتن و یک محبت خاصی کردن. این محبت رو من هیچ وقت در بیرون ندیده بودم بین دوستان و اطرافیان و این محبت برای من شاید یک انگیزه شد که من بیشتر بخوام بدونم. خیلی برای من سوال شده بود که ببینم چرا اینها یک همچین محبتی رو در دل خودشون دارن. ولی این رفتن من باعث شد که بیشتر اشتیاق پیدا بکنم. با
بیشتر و بیشتر میرفتم روزهای جلسات که یک شنبه ها بود، سعی میکردم که حتما تو جلسات شرکت کنم، با شبان کلیسا صحبت کنم، با دیگر عزیزان صحبت کنم اونجا و از تجربیاتشون برای من میگفتن. ولی برای من بازم کافی نبودش. چرا؟ چون سوالاتی رو در ذهن من می آورد. سوالاتی که در ذهن من مطرح می شد با شبان کلیسا و دیگر عزیزان که در میون می ذاشتم، به من یک انجیل دادن، گفتن اینو تو بهتر مطالعه کنی و مطابق با این جلو بری ببینی اگر سوالی برات پیش میاد به جواب بدیم. یکی از مسائلی که برای من خیلی مهم بود خداوندی عیسی مسیح بود. من یادم هست که شاید 6 ماه می رفتم و با این مسئله جنگ داشتم و خیلی برای من مهم بود و جالب بود چیزی رو که می خوام بپذیرم حداقل بفهمم چی هستش. یک جنگی برای من بود و من می دونم که پشت این جریانات حتما کلیسا برای من دعا می کرده. وقتی یکی از خادمی یک روز با من صحبت می کرد و برای من توضیح داد و پذیرفتم، به من پیشنهاد داد که اگر عیسی مسیح رو به عنوان خداوند در زندگیت پذیرفتی میتونی قلبت رو بسپاری. آیا یک همچین اتفاقی افتاده؟ خب برای من کافی بود که عیسی مسیح به عنوان خداوند زندگی من عوض بکنه و خداوندی اونو من پذیرفتم. اونجا با هم زانو زدیم، توبه کردم، قلبم رو سپردم به عیسی مسیح خداوند و از اونجا بود که زندگی جدید من شروع شد. بعد از اینکه توبه تموم شد، روز به روز میگذشت و میدیدم که واقعا داره یک اتفاقی در زندگی من میفته. با آیات کلام خدا من یواش یواش آشنا میشدم و اونها رو میخوندم، میدیدم که یک جایی رسیدیم که میگن پدر ما، اون دعایی رو که عیسی مسیح میگه، پدر ما که در آسمانی نام تو مقدس باد. این کلمه پدر خیلی برای من جالب بود. اون چیزی بودش که سالها از دوران کودکی من دنبالش میگشتم. من پدر جسمانی نداشتم ولی احساس کردم خالق من میتونه پدر من باشه. پس این برای من خیلی جالب بود که من خدا رو پدر خطاب بکنم. اما باز هم کافی نبود. وقتی جلوتر رفتم دیدم عیسی مسیح میگه هر کس مرا بشناسد پدر را میشناسد و به وسیله عیسی مسیح است که پدر شناسونده میشه. و من بیشتر فوکوس کردم روی خود عیسی مسیح که اونو بیشتر بدونم که چطوری باید بشناسم و این چگونه خداوندی میتونه در زندگی من باشه. جعفر با حقیقت الهی آشنا شد و زندگیش در راستی و حیات عیسی مسیح قرار گرفت و هر روز از محبت پدرانه خدا بهره‌مند میشد.